سلام و درود بینندگان گرامی از دو تیوی. امروز سه شنبه 21 سپتامبر است. در استودیو با شما هستم فیروزی حائط. در برنامه خبر امروز چنین موضوع را داریم، اینک توجه کنید. تأسیس اردوگاه پناهجویان در ختلان. دانشجویان آواره نه در دوشنبه راه یافتند و نه در بیشکک. معرفی سامانه‌های کهنه در وزارت مهنت. پروازها زیاد شدند و بلیت ارزان نشد. کوشش تبادلات ناکام در سودان. در ناحیه شمسالدین شاهین اردوگاه برای پناهجویان افغانستان ساخته می شود. این اردوگاه با کمک مالی اتحادیه اروپا در خرمنجوی ناحیه مذکور که در مرز افغانستان جایگیر است بنیاد می گردد. رادیو آزادی از قول منبعش در ناحیه شمسالدین شاهین خبر داد که در موضع خرمنجا و باز دو مکان دیگر ساختن اردوگاه در نظر است. سفیر اتحادیه اروپا از موضعی که اردوگاه باید ساخته شود دیدن خواهد کرد. پس از این سفر ساختن اردوگاه دقیق خواهد شد. حالا دو سه موضع در ناحیه ما مشخص شده است، گفت منبع به آزادی از حکومت ناحیه شمسالدین شاهین. چند پیش شماری از مهاجران افغان در مرز تاجیکستان و افغانستان از برخورد درشت مقامات تاجیک شکایت کرده گفته بودند که آنها را مرزبانان تاجیک به یک منطقه برده گذاشتند که نه آبی آشامیدنی دارند و نه نان برای خوردن. این در حالی است که 14 سپتامبر اتحادیه اروپا خبر داد که با حکومت تاجیکستان برای کمک به پناهجویان افغانستانی 160 هزار یورو جدا کرده است. در اطلاعیه اتحادیه اروپا آمده که در ولایت ختلان و ولایت مختار کوهستانی بدخشان تاجیکستان تا 5000 گریزه افغانستانی پناه بردند و احتمال می‌رود این اردوگاه‌ها در این دو ولایت ساخته شوند. تا رسیدن کمک‌های اتحادیه اروپا مقامات تاجیک آماده پذیرش پناهندگان نبودند و حتی قسمی از آنها را پس از ورود دیگرباره به افغانستان فرستاده بودند. گروهی از نیروهای دولتی افغانستان که ماه‌های ایون و ایول به مرز تاجیکستان عقب نشینی کرده بودند، پس از مدتی کوتاه به کابل بازپس فرستاده شدند. در اولهای ماه ایون مقامات تاجیک ادعا کرده بودند که تا 100 هزار پناهجوی افغان را در تاجیکستان پذیرفته می‌توانند، اما هنگام پناه آوردن افغان‌ها 80 نفر با شمول زن‌ها و کودکان به کشور راه داده نشدند. یک گروه از دانشجویان تاجیک روز 20 سپتامبر در نزد سفارت قرقیزستان در دوشنبه جمع آمده طلب کردند که به آنها اجازه دهند برای ادامه تحصیل به این کشور همسایه سفر کنند، اما در سفارت گفتند که از دست آنها کار ساختن نیست. یکی از نفران جمع آمدن دانشجوی سال 5 دانشگاه طبی قرقیزستان بوده، بهار امسال به تاجیکستان آمد ولی دیگر نتوانست برای ادامه تحصیل به جای تحصیلش برگردد. به دانشگاه طبی رفتیم قبول نکرده، گفتند جای الکای پر شده است. در دانشگاه طبی دنغره 32-33 نفر داخل شدند، گفتند که استودنت پر شده است، ما قبول کرده نمیتوانیم. با گزارش رادیو آزادی دانشجویان جمع آمده در نزد سفارت از آن شکایت کردند که کسی آماده نیست مشکلات آنها را حل کند. آنها با وزارت معارف و علم تاجیکستان، با سفارت قرقیزستان در دوشنبه و دیگر نهادهای مربوطه مراجعت کردند ولی مشکلشان حل نشد. پیش از این به آنها توصیه شده بود که میتوانند برای ادامه تحصیل در داخل کشور از روی اختصاصهایشان به دانشگاه‌ها شامل شوند و تحصیل را ادامه دهند، اما این دانشجویان گفتند به دانشگاه‌ها مراجعت کردند، با آنها گفتند که جایی نیست. دانشجویان سرگردان خوف آن را دارند که مدت تحصیلشان در دانشگاه‌های قرقیزستان کم مانده است و اگر سریع وقت به مکان تحصیلشان نروند زحمت‌های چند ساله‌شان برباد می‌رود. یادآور می‌شویم که قرقیزستان پس از درگیری‌های خونین آخر ماه اپریل مرزهایش را یک طرفه با تاجیکستان بست و اعلام کرد که تا حل شدن مشکلات مرزی مرزهایش بر روی تاجیکستانیان بسته می‌ماند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان روز 18 سپتامبر نشست دایر کرد که در آن از فعال شدن 3 سامانه خبر داد. در رفتی نشست اوید به معرفی سامانه ها قید کرده که فعال گشتن آنها منبعد به کارجویان و مهاجران مهنتی در داخل و خارج تاجیکستان برای پیدا کردن جای کار کمک خواهند کرد. طبق معلومات وزارت مهنت و شغل اهالی کشور، این سه سامانه کار.g، شغل.g، کسب.g در زمینه هدفهای استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030، فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره استراتژی دولتی تکنولوژی اطلاعاتی کمیونیکاسیونی برای رشد جمهوری تاجیکستان، قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان درباره برنامه تامین به‌خطری اطلاعاتی جمهوری تاجیکستان و از 3 دکمبر سال 2019 تحت رقم 642 درباره کانسپسیای اقتصادی رقمی در جمهوری تاجیکستان تهیه شدند. گفته می شود توسط این سه سامانه شهروندان می توانند مستقلانه معلومات های سری وقتی، نویگری ها درباره جای های کاری خالی، سند و دیگر مواد های ضروری را دسترس نمایند. این چنین به شهروندان بیکار، کارجویان و مهاجران مهنتی به وطن برگشته جایهای کاری خالی تامین و برای انتخاب متخصصان به کارفرمایان شرایط فراهم می‌آورد. وزارت مهنت در حالی از معرفی سه سامانه خبر می‌دهد که سامانه‌های مذکور قبلا در اینترنت فعالیت می‌کردند. بنا به معلومات تورنامه get.tg، سامانه کار.tg از سپتامبر سال 2011 تحت نام آژانس مهنت و شغل اهالی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شده 10 سال می شود که روی کار است. سامانه شغل.tg باشد 6 ماه پیش ماه مارت همین سال و سامانه کسب.tg 5 ماه قبل اپریل سال جاری به قید گرفته شده در سه سامانه ها با نشانه کوچه علیشیر نوایی 5.1 در دامین های اینترنتی ثبت نام گشتند. کارشناسان میگویند با فعال گشتن چنین سامانه ها وضعیت تغییر نخواهد کرد و تعداد بیکاران و کارجویان چی در داخل کشور و چی در خارج بیشتر و در حال افزایش است، چون که در تاجیکستان استحصالات موجود نیست. شرکت هوانوردی روسی اس۷ ایرلاینز خبر داده که پروازهای دائمی خود را به تاجیکستان و قرقیزستان آغاز می‌کند. طبق جدول نو این شرکت، پروازها از فرودگاهی بگش و به شهرهای تاجیکستان و قرقیزستان منتظم از ماه نوامبر آغاز می‌گردد. با اطلاع شرکت، پروازها به 4 شهر تاجیکستان، دوشنبه، خوجند، باختر و کلاب انجام داده می‌شود. پروازها طبق جدول آماده شده به همه سمت‌ها تا آخر ماه مارت سال 2022 در یک هفته یک مرتبه عملی می‌شوند. بنا به گفته شرکت، پروازهای دائمی از تومسک به کشورهای آسیای مرکزی از سالهای 90 این جانب انجام نیافته است. سبب را نمایندگان شرکت به کم بودن طلبات رب می‌دهند. با این حال انتظار می‌رود که پروازها از 6 نوامبر سال جاری آغاز گردند. شرکت اس۷ ایرلاینز نرخ بلیط‌های هواپیما را در سمت‌های مذکور اعلان نکرده است و معلوم نیست ارزش یک بلیط چقدر می‌ایستد. اما با وجود زیاد شدن پروازهای بین شهرهای روسیه و تاجیکستان، همان نرخ بلیط‌ها گران باقی ماندند. یک ساکن ولایت ختلان در صحبت با آزادی گفت هفته گذشته برای سفر به ایرکوتسک با نرخ 6000 سامانی بلیط خریده است. با قول او این نرخ البته برای هر کس دسترس نیست. طبق اظهارات آژانس اویاسیای شهروندی تاجیکستان، باید نرخ بلیط‌ها از $500 بیشتر نباشد، اما به قول ساکنان با این نرخ یافتن بلیط محال است. بعد از شروع دیگر باره پروازهای دائمی بین روسیه و تاجیکستان، یک بار نرخ بلیط‌ها بالا رفت. حتی مردم تا 12000 سامانی تا مسکو بلیط خریدند. صبح امروز کوشش تبادلات دولتی نظامیان علیه حکومت انتقالی در سودان ناکام گشت. طبق گزارش شبکه الجزیره، بسیاری از متهمان در کوشش تبادلات دولتی بازداشت شدند و تفتیشات آغاز شده است. تلویزیون دولتی سودان نیز اعلام کرده که کوشش ضبط کردن قدرت برهم زده شد. کوشش تبادلات در این کشور عربی امروز سه شنبه صورت گرفته. سربازان برای پخش کردن اظهارات تبادلات وارد بینای رادیو شدند، اما این تلاش فوراً قطع کرده شد. یک منبع از حکومت فعلی سودان به الجزیره گفته که معلومات درباره کوشش تبادلات دولتی شام دوشنبه به حکومت رسیده بود و در حکومت برای خنثی کردن آن پیشکی آمادگی گرفتند. صبح امروز تلویزیون دولتی سودان اعلام کرد که کشور شاهد کوشش تبادلات نافرجام است و از شهروندان دعوت کرده که با آن مقابلت کنند. مقامات سودان نیز در این باره دیرتر اظهارات پخش خواهند کرد. در نوبت خود عضو شورای حکومت سودان محمد الفکی سلیمان گفت که سودانی ها باید برای دفاع از کشور خود و حفظ حکومت انتقالی برخیزند. الفکی سلیمان افزود که همه چیز تحت نظارت بوده و قیام مردم پیروز است. یک رهبر نیروهای آزادی و تغییرات به الجزیره گفته که اعضای رژیم سابق کوشش تبادلات را انجام دادند و شماری از آنها بازداشت شدند. کوشش تبادلات از جانب افسران با ماشین‌های زره‌پوش در دو منطقه نظامی وادی سیدنا و امودورمان صورت گرفته است. صبح امروز فعالان سودانی در شبکه‌های اجتماعی تصویرهایی را درباره جایگیرکنی نیروها و ماشین‌های نظامی در کوچه‌های خرطوم پخش کردند. آخرین تبادلات نظامی در سودان ماه اپریل سال 2019 رخ داده بود که در نتیجه به حکم 30 ساله سابق پرزیدنت عمر البشیر خاتمه داد. این تبادلات بر اثر اعتراض‌های عمومی که ماه دکمبر سال 2018 در پس منظر بحران عمیق اقتصادی و پس شدن سطح زندگی سر زد. در آخرین ماه آگوست سال جاری در این کشور حکومت انتقالی تشکیل شد و رهبر شورای نظامی دوره گذشته عبدالفتاح البرهان به حیث سرور شورای حکومت دولت سوگند یاد کرد و عبدالله حمدوک سروزیر نو اعلام شد. بینندگان عزیز، در اینجا برنامه خبر امروز به پای رسید. خبر و گزارش‌های بیشتر را می‌توانید از سامانه ما از ده.tv و کانال تلگرامی از .tv پیگیری کنید. خیر تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار.